انتشار ویدیویی از نشست خبری سجاد غریبی و مارتین فورد فرضیه ساختگی بودن این مبارزه را بیش از پیش تقویت کرد. چندی بود که به طور عجیبی همگان از پیروزی سجاد غریبی و مارتین فورد در مبارزه اید میگفتند. به دلیل جسه دروغین سجاد غریبی و اینکه مشخص شده بود تمام عکس‌های سجاد غریبی دروغ و فتوشاپه، این فرضیه خیلی مشکوک به نظر می‌رسید. حالا با انتشار ویدیوی کامل از نشست خبری این دو مشخص شد که همه چیز از پیش تعیین شده بوده. London. I kill you. I promise. Second of April. Heaviest heavyweight fight ever is going to happen. The Iranian Hulk versus Martin Ford. Tickets are available on AXS and Skiddle platforms. The fight will be broadcast around the world, including pay-per-view, terrestrial, and others, and online. Look forward to welcoming you to the show. It's going to be a hell of a night. Thanks for joining us. Great, thanks very much. سجاد غریبی و مارتین فورد ملت سرکار گذاشته بودن. چند ماهیه که مبارزه میان هالک ایرانی و غول بریتانیایی به سوژه فضای مجازی تبدیل شده. سجاد غریبی ورزشکار ایرانیه که به دلیل جسه و اندام خاصی که داره به هالک ایرانی معروف شده. اون ماهاست که مارتین فورد ورزشکار بریتانیایی رو برای مبارزه میطلبه، اما مارتین فورد به صحبت‌های سجاد غریبی توجهی نمی‌کرد. تا اینکه چند هفته پیش او اعلام کرد که می‌خواد با این مرد ایرانی مبارزه کنه و او رو در 20 ثانیه له کنه. هیکل سجاد غریبی که به هالک یکی از شخصیت‌های معروف سینمایی شباهت داره، توجه بسیاری از رسانه‌های جهان رو به خودش جلب کرده. و مارتین فورد یکی از ورزشکاران انگلستانی بوده که به دلیل رفتارهای خشنی که داره به عنوان ترسناک‌ترین مرد جهان شهرت یافته. مارتین فورد در مصاحبه‌ای گفته که برای این مسابقه تلاش زیادی نمی‌کنه، چرا که حریفش رقیبه بسیار سرسختی نیست و فقط می‌خواد وزن خود را کمی پایین آورده و چابک باشه. سجاد غریبی که در چند سال اخیر با نام هالک ایرانی در فضای مجازی طرفداران زیادی پیدا کرده، چند روز پیش برای اولین بار با مارتین فورد حریف انگلیسی خودش در دبی روبرو شد. تقابلی که با انتشار ویدیویی از هول دادن غریبی توسط فورد و زمین خوردن هالک ایرانی در فضای مجازی حسابی سر و صدا به پا کرد و کاربران با تمسخر غریبی او را یک هالک فتوشاپی نامیدند. در این ویدیو اندام سجاد غریبی هیچ شباهتی به تصاویر منتشره از او در صفحه اینستاگرامش نداشت. ورزشکاری که در تصاویر صفحه شخصی او دارای عضلاتی در هم تنیده و هیکلی بزرگ اندام بود که شباهت زیادی نیز به همان شخصیت معروف هالک داشت. اما در ویدیوی رویارویی او با مارتین فورد، غریبی هیچ شباهتی به آن تصویر نداشت، تا به همین دلیل او را در فضای مجازی هالک فتوشاپی بنامند. چندی پیش بود که سرمربی تیم ملی بوکس ایران درباره این مبارزه گفته بود که این مبارزه جدی نیست و به صورت شوی نمایشی بوده که سازمان برگزار کننده کاملا با هر دو مبارز هماهنگ کرده و آنها باید طبق گفته های این سازمان پیش برن. با اینکه فیلم هایی از درگیری سجاد و مارتین در فضای مجازی منتشر شد و واکنش های زیادی رو به همراه داشت، اما این درگیری هم کاملا هماهنگ شده بوده و در روز مبارزه هم این دو نفر باید طبق سناریو مسابقه بدن. حالا انتشار ویدیویی از نشست خبری این دو مبارز در دبی باعث شده تا فرضیه ساختگی و
و نمایشی بودن این مبارزه بیش از پیش تقویت بشه. در این نشست خبری مارتین فورد در یک گوشه میز و با کت‌شلوار نشسته و در سمت دیگر میز سجاد غریبی حضور داره. شب گذشته در این ویدیوی کوتاه حال که ایرانی رو به فورد کرده و از آمادگی خود برای شرکت در این مبارزه سخن میگه. غریبی که در حال رجزخوانیه ناگهان زیر میز میزنه و بطری آب و پاپکورن‌های روی اون رو پخش زمین میکنه. در حالی که غریبی سعی داره به سمت مارتین فورد حمله ور بشه، افرادی که در پشت صحنه هستن حال که ایرانی رو گرفته و مانع از درگیری میان او و مبارزه بریتانیایی میشن. پس از صحبت‌های افراد برگزار کننده این نشست خبری، فیلم قطع میشه و در ظاهر این نشست خبری به پایان میرسه. اما این پایان ماجرا نیست، چرا که در ادامه فیلم کامل نشست خبری لو رفته و ساختگی بودن مبارزه دو ورزشکار رو تایید میکنه. در ادامه این ویدیو و در حالی که نشست طرفین به پایان رسیده، افراد حاضر بر سر میز رو به گو بخند پرداخته و به نظر میرسه که از این شوی نمایشی که به راه افتاده ابراز رضایت میکنه. در این میان سجاد غریبی نیز وارد کات شده و با برداشتن بطری روی میز آب میمشد. در حالی که او رو به مارتین فورد کرده با این ورزشکار به صحبت میپردازد و حتی فورد در حالی که لبخند بر لب دارد به زیر میز اشاره کرده و چیزی را به حال که ایرانی نشان میدهد. در این لحظه هیچ فردی میان فورد و غریبی حضور ندارد و دو ورزشکار به صحبت دوستانه با یکدیگر میپردازند و از ویدیو اینگونه برداشت میشه که دو نفر از شوی اجرا شده ابراز رضایت دارند. انتشار ویدیو باعث شده تا این برخورد دو مبارز ساختگی بودن نبرد دو نفر در 13 فروردین 1401 را بیش از پیش اثبات کنه. مبارزه‌ای که در هر صورت برای هر دو طرف درآمد مالی زیادی خواهد داشت. و گفته میشه که حال که ایرانی حتی در صورت شکست $100,000 از این مبارزه نمایشی به چیپ خواهد زد. سرمربی سابق تیم ملی بوکس معتقده که نمایش سجاد غریبی و مارتین فورد برای جمع کردن فالوور و درآمدزایی بوده، نه چیز دیگه. اکبر احدی نیز گفت واقعیت اینه که این اتفاق در حدی نیست که بخوایم در مورد اون صحبت کنیم. به نظر من مقصر این اتفاق فضای مجازی نیست، بلکه سیستم ورزش کشور ماست که به قهرمانان و مدال‌آوران خودش توجهی نداره و از اونها حمایت نمی‌کنه. اگر سیستم ورزش ما اینها رو معرفی کنه دیگه کسی سمت فضای مجازی نمیره. این افراد با استفاده از فضای مجازی فالوور جمع کرده و در کنار آن اسپانسر میگیرن. اون وقت قهرمان المپیک مالنگ یک اسپانسره. سرمربی سابق تیم ملی بوکس با اشاره به اینکه این نوع اتفاقات فقط در حد نمایشه گفت چون اینها در فضای مجازی طرفدار دارن به خاطر همین حرکات هم فقط نمایشه و به مبارزه نمیرسه. چون هیچ کدام یک از این افراد اصلا مبارزه نکردن و سابقه ای در این زمینه ندارن و یک مش نخورده نقش بر زمین میشن. همه اینا نمایش بوده و برای درآمدزاییه. احدی عنوان کرد باز هم تاکید میکنم باید به جای این افراد قهرمانان کشورمان دیده بشن. وقتی یک قهرمان دیده بشه دیگه نیازی به دیده شدن در فضای مجازی و جمع کردن فالوور نیست. او در مورد اینکه گفته میشه اتفاقاتی که افتاد تنها به مسائل شخصی برمیگرده و نام ایران مطرح نیست گفت این آقا ایرانیست و چون با اسم ایران بره چه موفق بشه چه شکست بخوره همه چیز به نام ایران تمام میشه. این افراد باید خیلی مراقب باشن و نباید به خاطر جمع کردن فالوور آبروی کشور رو ببرن. هرچند آب رفته به جوی باز نمیگرده. شما هم حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و لایک و سابسکرایب یادتون نره.